19 آذر ماه 1395 خورشیدی و 9 دسامبر 2016 میلادی. امشب گفتگوی اختصاصی داریم با حجت الاسلام احمد منتظری. پرده آخرم طبق معمول آخر برنامه. بذارین یه نکته رو تو یادم نرفته خدمت رو عرض کنم که خیلی از دوستان میپرسن که برنامه صفحه آخر کانال تلگرام داره یا نداره. یک کانال تلگرام هست برای دانلود برنامه های صدای آمریکا، از جمله برنامه صفحه آخر. دارین میبینین نوشته telegram.me خط مبرب یا اسلش فارسی VOA. 28 سال بعد از قتل عام زندانیان سیاسی، این جنایت تاریخی باز به عنوان یک موضوع برجسته سیاسی و ملی درون نظام جمهوری اسلامی رو به طور جدی دوچار تنش کرده، دوچار بحث کرده و به هر حال مطرح شده به طور جدی باز بعد از 28 سال این موضوع. دلیلش بیشک انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری در همون تابستان 67 با عاملان اصلی اون اعدام هاست. خیلی چیزا رو آشکار کردیم فایل صوتی، از جمله این نکته رو که اعدام ها برخلاف اون چی که تبلیغات جمهوری اسلامی بود، نه واکنش آنی به حمله نظامی مجاهدین خلق و عملیات فروغ جاویدان بود که از خاک عراق به خاک ایران حمله کرده بودند، بلکه قتل عام زندانیان سیاسی از چند سال قبلش تدارک دیده شده بود. خب این حقیقت تاریخی و نکات دیگه‌ای که در فایل صوتی مطرح شده خیلی از دروغ‌های آقایون آشکار کرده و این طبیعتاً چیزی نیست که راحت بتونن ازش بگذرن. حکم دادگاه ویژه روحانیت 7 آذر 95 به حجت الاسلام احمد منتظری ابلاغ شد. پیرو پخش فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های تابستان 67، آقای احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری و به جهت انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری به تحمل 10 سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس تعزیری، جمعاً به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شده است که با تخفیف فقط 6 سال از حبس‌های مورد حکم اجرا می‌گردد. و نظر به اینکه مجموع اقدامات متهم خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانیت محکوم می‌نماید و با توجه به انتساب به خانواده شهید، خلع لباس ایشان به مدت 3 سال تعلیق می‌گردد. حالا اینکه لباس روحانیت چه گلی به سر این مملکت زده که حالا میخوان از آقای احمد منتظری بگیرنش، و اینکه انتشار فایل صوتی جلسه آیت الله منتظری با هیئت مرگ تابستان 67 چرا خلاف شأن روحانیت، انتشار نواری که ضبط اون جلسه است، چرا این خلاف شأن روحانیت؟ ولی مثلا کارهایی که سعید طوسی کرده، سعید طوسی از که از آدمای نزدیک به روحانی اول کشوره، یعنی رهبر معظم انقلاب است، کار این آدم خلاف شأن روحانیت نیست. اینا بحثایی که باید به جاش مطرح کنیم و به موضوع سعید طوسی قطعا باز خواهیم گشت در برنامه آتی یا برنامه های آتی. کیا بودن مرداد 67 تو جلسه با آیت الله منتظری که فایل صوتی اون جلسه همین مرداد امسال منتشر شد؟ حسین علی نیری، منصوب آیت الله خمینی، به عنوان حاکم شهر، رئیس هیئت مرگ در سال 67، امروز معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات. مرتضی اشراقی، دادستان انقلاب اسلامی تهران در سال 67، امروز نامعلوم. مصطفی پور محمدی، نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ در سال 67، امروز وزیر دادگستری دولت حسن روحانی. ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران در سال 67، امروز عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، متولی آستان قدس رضوی. نظر آیت الله منتظری درباره اعدام ها، درباره آیت الله خمینی و درباره 4 نفر عوامل اصلی اعدام ها که رفتن، خدمت ایشون رو بشنویم. به نظر من بزرگترین جنایت
به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. دست دفعه داره به حمله ها بکنم، والله من بیش از شدرم برای امام بشده. من خب 50 سال یه برای آقای خمینی قضاوت نکنم، بیگم آقای خمینی یه چهره خونریز صد با که پرتاکی روزه به ماه محرم اگر اجازه بدیم ماجه با شما یه تعدادی رو از اتاقاش آوردیم برای همین برخورد، یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا حالا پوست دیبای انفرادی هستن، اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینا باز مسائل ایجاد میکنه. اگر اجازه میکنم نه ما هیچ اجازه من خودید 200 نفر هست ما هیچ که اینا رو مطبعیه هیچ هم مخارب نه با هیچ هم مخارب اینا رو رسیدیم یعنی رسیدیم یه بار من اگر من اجازه به من اگر اجازه میدیم خود میدیم چون اینو فردا کنم من نظر خودم رو به شما دارم. 19 مرداد 95 وبسایت آیت الله منتظری این فایل صوتی رو که زمانش 40 دقیقه است منتشر کرد. 20 مرداد یعنی فردای انتشار این فایل صوتی از اداره اطلاعات قم و دادگاه ویژه روحانیت با آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری تماس میگیرن و میگن باید این فایل از رو وبسایت آیت الله منتظری برداشته بشه و برداشته میشه. حالا بعد از 3 ماه و نیم از انتشار این فایل و بارها کشوندن آقای احمد منتظری به جلسات بازجویی، دادگاه ویژه روحانیت ایشون رو به 21 سال زندان محکوم کرده. که چی؟ که چرا این فایل صوتی رو منتشر کرده؟ ببینید تو این فاصله ی انتشار فایل صوتی و صدور حکم دادگاه، یعنی تو این 3 ماه و نیم، یه عده از زعمای قم آمدن نظر دادن درباره این انتشار فایل صوتی. فلاحیان و حسینیان و صادق لاریجانی و اژه‌ای و این جماعت اداره کننده دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گفتن حکم خمینی حکم الهی بوده و ما افتخار میکنیم به اینکه این حکم رو اجرا کردیم و از این حرفا. خب هر آدم عاقلی میگه آقا جان چیزی رو که بهش افتخار میکنین و حکم الهی بوده اینو که نباید پنهان کنین. و چرا کسی که آمده همین افتخارات شما را علنی کرده منتشر کرده چرا باید 21 سال زندان براش بریده بشه؟ اگه افتخار نمی کنین بهش چرا پس زندانی می کنین طرفو که اومده گفته خوب افتخار کنین دیگه. هیچ اهانتی هم که به شما نکرده، اونو منتشر کرده فقط. بله در خدمت آقای احمد منتظری هستیم. حجت الاسلام منتظری درود بر شما. چرا تصمیم گرفتین؟ چه شد که تصمیم گرفتین که این فایل صوتی رو منتشر کنین؟ اونم 28 سال بعد از برگزاری اون جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه در مقدمه همون انتشار چند خطی که من نوشتم این هست که دانستن حق مردم است. تمام اون دلیل رو میشه در این جمله خلاصه کرد و اینکه این کشور متعلق به مردم، اتفاقاتی که افتاده برای مردم بوده و اگر هر اتفاق تلخ و شیرینی بوده برای مردمه و باید مردم در جریان باشن و نسل آینده از این تجربیات استفاده کنه تا اون خطاهای احتمالی رو تکرار نکنه، اون کارهایی که موفق بوده اونها رو بیشتر روش کار کنه و بهتر انجام بده. و این خیلی مهمتر از اینه که بخوایم بگیم اون رهبران گذشته اینها هم چنان مقدس بمونن و هیچ کس انتقادی نکنه و نگه بالای چشمتون ابرو و چنین اتفاق زشتی افتاده. حالا ما سر دوراهی هستیم که آیا این اتفاق زشت این کار اسلام، کار دین و کار مکتب هست، مکتب چون این چیزی رو اجازه میده، یا یعنی که او افرادی که اومدن عمل کردن بعد عمل کردن. خب الان تا حالا یه تاریخی حساب کنیم، قبل از این فایل صوتی و بعد از اون. تا قبل از اون میگفتن خب حکومت اسلامی که مطابق اسلام عمل میکنه و اومده اینها رو کشته، اومده یک گروه حمله کردن، اومده حکومت هم هوادارای اون گروه و هم گروه های دیگر رو کشته. خب این
چه تصوری یک جوان پیدا میکنه از دین اسلام. و الان ما میخوایم بگیم نه خیر، یک فقیهی مثل آیت الله منتظری با این به شدت مخالف بود، حتی با کشتن یک نفرشون هم مخالف بود، پس اسلام این رو نگفته. یک کسایی اومدن و برداشت بد کردن و اشتباه کردن. اشتباه هم خیلی عادیه، یعنی اصلا بنی آدم اشتباه میکنه و در این خصوص اصلا هم شرع مقدس و هم قانون جمهوری اسلامی پیش بینی کرده که اگر قاضی خاصی کسی رو بی جهت اعدام کرد حکمش چی هست و بعد دیگه‌ش از بیت المال بدن و حقوقش رو جبران کنه. بله، اجازه بفرمایید که یه تیکه از فایل صوتی آیت الله منتظری رو بشنوید. آقای گل محمدی درست سالم مسئول سنتو اطلاعاته، اما قبل از اینکه مسئول اطلاعاتش آخونده، جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش میرفته. به نظر من این یه چیزیست که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر آخوندینی هم از 3-4 سال قبل میکنه مجاهد از روردوم خونش رو، از مدرد خونش رو، از اعلامی خونش همه باید اعلام شد. اینا یه همچی فکری میکردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریان که منافقه میمدن به ما حمله کردن، اینو جای انداختن پیش امام. حالا هر جوری بالاخره چه جور به امام گفتن، چه جور جای انداختن، بالاخره این رو کشفماس کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد و دیگه حالا این به کجا منتهی میشه، در آینده چی میشه. خب، بنا به فرمایش آیت الله منتظری، قتل عام زندانیان سیاسی دلیلش عملیات مجاهدین نبوده و از مدت‌ها قبل نقشه این قتل عام در حکومت داشته تنظیم می‌شده و چنان که ایشون فرمودن، آیت الله منتظری در فایل صوتی که شنیدین، عملیات فروغ جاویدان فقط یک بهانه میتونسته باشه برای عملی کردن این نقشه، مخصوصا که سال 67 تو همون 2 ماه و نیم افسون بر مجاهدین بقیه زندانیا رو هم اعدام کردن، کلی از زندانیا چپ رو اعدام کردن که به نقل از یکی از مسئولین امنیتی اون موقع که تو برنامه‌ای که حدود 3 ماه پیش درباره فایل صوتی آیت الله منتظری داشتیم که تازه منتشر شده بود با آقای مهدی خزعلی داشتیم این برنامه رو، آقای خزعلی فرمودن تو اون برنامه که یکی از مسئولان امنیتی اون موقع که الان در دولت روحانی وزیره و اون موقع از مسئولان امنیتی بود، به دکتر خزعلی گفته است که بیش از 20,000 نفر اعدام شدن در تابستان 67. خب اعدام اینا پیشا پیش برنامه ریزی شده بوده دیگه، درسته؟ بله، نظر آیت الله منتظری هم این بوده، ولی میگیم برفرض کوتاه بیان و بگیم اینها حمله کردن و اون کسایی که در زندان بودن در ارتباط بودن با اونها و هنوز یک گروه محسوب می شدن و این گروه چون یک دستهشون حمله کردن پس بقیه هم اینها باقی حساب می شن و محدود رو دمن. برفرض چنین نظری گفته بشه، باز شامل برفرض چریکای فدای خلق، بعضی از وابستگان حزب توده و کسایی که مستقل از این گروه ها بودن، من حتی اسم دادم به اون باجوه، گفتم مثلا فرانکس که مستقل به هیچ گروهی وابسته نبود، اصلا از فقط آدم منتقدی بود، آدم فهیمی بود و به حاکمیت انتقاد داشت، این هم در اون زمان کشته شده. اسم و فامیل گفتم اگه این رو مشخص کنید بقیه برای خودتونم مشخص میشه که اسراف در قتل صورت گرفته و همه اینا درست، ولی بنابراین اگر درست باشه اون حکم و از بنیانگذار جمهوری اسلامی هم صادر شده باشه، چون در اون هم حرفه، اون حکمی که دادن و امضا کردن به خط آقای خمینی نیست، به خط احمد آقای خمینیه و طبق وصیت‌نامه خودشون هیچ سندیت نداره، چون در وصیت‌نامه میگن خط و امضای من باشه به تصدیق کارشناسان یا از سیمای جمهوری پخش شده باشه. خب اون نامه برای ادامه نه در از سیما پخش شده، نه در صحیفه نور هست و نه اینکه به تصدیق کارشناسان خط و امضایشون هست. ابهامات زیادی هست که اگر این 4 نفر واقعا نیان توضیح بدن و راستشو نگن، در آینده بسیار از این خلأ اطلاعاتی سوء استفاده خواهد شد و هر کسی هر چیزی گفت خب مردم میپذیرن، چون که این خلأ اطلاعاتی وجود داره. خب چقدر فرق میکنه که
اصلا نامه به خط کی بوده؟ که این نامه دستور قتل عام زندانیان سیاسی رو کی نوشته بود؟ خمینی یا احمد خمینی؟ نظام جمهوری اسلامی اون جنایت رو مرتکب شد و مسئولان اصلیش هم اصلی اون جنایت آدمایی هستند که در رأس کار بودن. حالا نامه خط این بوده است یا خط اون، چه تفاوتی میکنه واقعا؟ خب استنادش به آیت الله خمینی اینجا مشخص میشه، یعنی طبق وصیت‌نامه خود ایشون میگن چیزی از من نیست مگر اینکه به خط و امضای من باشد به تصدیق کارشناسان. خب این بسیار مهمه که مشخص باشه آیا ایشون دستور قتل رو داده، دستور اون اعدام ها رو داده، یا اینکه از دفتر امام چیزی جور کردن و احمد آقا این کار کرد. چنانچه آیت الله منتظری میگن که از 4 سال قبل ایشون دنبال این کار بود. اینکه بسیار مسئله مهمی خواهد بود، چون آیت الله خمینی رهبر انقلاب بودن و مشخص بشه که آیا دستور بوده یا نه. حالا اگر بود باز سر اون بحثای دیگه است، ولی اینکه آیا واقعا دستور بوده یا نه اگر مشخص بشه و واقعا بیت امام بیان توضیح بدن، چون اونا میدونن لابود، بیان بگن که حقیقت قضیه چی بوده، بسیار مهمه. خب بله، ولی برای مثال آقای انصاری از دفتر نشر آثار امام خمینی، ایشون آمده است و تاکید کرده بر درستی خط و حکم آیت الله خمینی. به هر حال بفرمایید. بله، ولی اینکه ایشون حقیقت رو بگه یا نه من شک دارم، یعنی یقین ندارم که ایشون بخواد حقیقت رو بگه، چه بسا این رو میگه که حقیقتی رو کتمان کنه. از کجا اصلا میشه فهمید که دستور کشتار 67 به خط آقای خمینی نبوده؟ خط آیت الله خمینی چون در سال 80 و چند سال داشتن، خب مشخصه در اون اشعاری که ایشون نوشته، خب در اون زمان سن کهولت بوده که من به خال لبت دوست گرفتار شدم، بسیار خط لرزانی هست و حتی هر حرفی دندونه دار نوشته شده و به قول عوام خط پیرمردی مشخصه. و اون خطی که مال این اعدام ها هست و همچنین نامه برکناری آیت الله منتظری و همچنین نامه که علیه نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان هست، اینها کامل مشخصه که خط احمد آقای خمینیه. و در همون برکناری آیت الله منتظری هم ایشون چون از اینکه از قائم مقامی برکنار شده کمتر ناراحت بود، بیشتر ناراحت بود که چطور استاد من چنین تعابیری به کار برده. و بعد از چند روز که گذشت من یک دستخط احمد آقا رو پیدا کردم که با امضای خود احمد آقا بود، در کنارم گذاشتم و دیدم کاملا شبیه وقتی به آیت الله منتظر نشون دادم، ایشون تصدیق کرد و به نظرم یک نفس راحتی کشید که این استادش نبوده که این تعابیر رو در نامه 6 فروردین به کار برده و کسی دیگه این کار کرده، یک کسی که 100% سیاسی بوده و رابطه محبت و استادی و شاگردی نسبت بهشون نداشته و سابقه مبارزاتی و همسنگری. میگم انگار اعتقادات ایشون یک دفعه فرو ریخته بود که این استاد ما، استاد فلسفه، استاد فقه، استاد اخلاق، این چه تعابیری به کار برده. و وقتی اون نامه رو ایشون دید یک تسکینی پیدا کرد. ببینید اجازه بفرمایید من یه توضیح کوتاهی بدم. 2 تا نامه بوده، یکی نامه 6 فروردین 67 که آیت الله خمینی ایشون رو، یعنی آیت الله منتظری رو، فردی ساده لوح خطاب میکنه که تحت تاثیر منافقین و لیبرال هاست، و یکی نامه 8 فروردین 67 که تو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خونده میشه و آیت الله خمینی عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری رو در واقع اونجا اعلام میکنه. حالا میگم خود آقای خمینی که نمیخونه اینو. یک سوال اینجا هست، ما وقتی تأکید داریم که این نامه ها و دستور ها به خط آیت الله خمینی نیست، این سوال اول مشخص بهش بپردازیم که تأکید بر این که دستور مثلا کشتار 67 یا دستور عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری اینو به خط آیت الله خمینی نیست، آیا یک طرف قضیه هم این نیست که ضمناً می‌خواهیم آیت الله خمینی رو از این جنایت‌ها مبرانشون بدیم؟
از مثلا جنایت کشتار 67. چون ببینید توی فاصله زمانی یک ساله در نظر بگیرین، دو اتفاق مهم میفته، یکی قتل عام زندانیان سیاسی تابستون 67، یکی عزل آیت الله منتظری. چه جوری میشه آیت الله خمینی از این اتفاقا خبر نداشته باشه؟ حتی اگر اون نامه ها به خط خودش نبوده باشه، که البته ممکنه خب دیکته کرده باشن ایشون و دیگران نوشته باشن، ولی به هر حال در واقع مستقیما حکم ایشون، حالا چه ایشون خودشون انشا کرده باشن چه نکرده باشن. بله اینا همه ممکنه، ما هم از واقع قضیه که علم غیب نداریم، ولی عرض میکنم با گفته خودشون، با اون ملاکی که آیت الله خمینی در وصیت‌نامه قرار دادن که با این تاکید اومدن گفتن به من نسبت‌هایی داده میشه و بعد از مرگم حتما بیشتر خواهد شد و چیزی از من نیست مگر اینکه به خط و امضای من باشد یا از سیمای جمهوری پخش شده باشد، ما میگیم با این ملاک این بیت امام و دفتر امام هست باید ثابت کنن که نخیر این متعلق به ایشون هست. حالا اون چه اثری داره، آیا ایشونو مبرا میکنه نمیکنه، اونا لوازمشه، ولی با گفته خودشون، با چارچوبی که خودشون قرار دادن، این نامه از ایشون نیست، یعنی این سه مورد از ایشون نیست. البته درسته مراجع چون در کهولت سن هستن محرر دادن و می نویسه و اون مرجع میبینه و امضا میکنه و آقای رسولی در بیت امام این کارو میکردن و تا آخر هم این کارو میکردن، خطاطی میکردن و امام مهر میکردن و به خط آقای رسولیه و این سه نامه استثنان به خط احمد آقاست، یعنی نامه کشتارها، نامه عزل آقای منتظری و نامه علیه نهضت آزادی. و این چیزی که گفتن، ملاکی که قرار دادن، اون نامه های آقای رسولی در صحیفه نور و بعدا صحیفه امام اومده یا اینکه از سیمای جمهوری پخش شده مطابق اون چارچوب، پس اونا مال ایشونه. ولو اینکه بگیم املا کردن، آقای رسولی نوشته یا پیشنویسشو نوشتن، ایشون پاکنویس کرده، ولی بر اساس همون چارچوب این سه نامه رو نمیشه گفت، یعنی ثابت نیست. یعنی غیر از اون سه نامه، نامه های دیگه زمانی که خود آیت الله خمینی زنده بود از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد؟ بله بله، اونا پخش شده و یا در صحیفه امام اومده. ولی ببینید مثلا همین نامه برکناری آیت الله منتظری در صحیفه نور نیست، با اینکه نامه دو روز بعدش هست، نامه 8 فروردین هست. بعد از 8 سال که گذشت از فوت امام خمینی، یعنی در سال 76، اولین بار این نامه برکناری در صحیفه امام اومد، یعنی صحیفه نور تبدیل شد به صحیفه امام و این نامه اضافه شد. در واقع اینها چیزای مشکوکیه که خب نذاشتن مردم در جریان قرار بگیرن. حتی در زمانی که مکاتبه ما میکردیم و دفتر نشر آثار امام تکذیب میکرد، مشخصا آقای حمید انصاری، متاسفانه حتی روزنامه های اصلاح طلب هم نامه های ما رو نمی نوشتن. یعنی روزنامه آرمان مشخصا کامل نوشته بود، ولی ما هرچه نوشتیم، حتی رایزنی کردیم، حتی یکی از دوستان که با مدیر مسئول آرمان آشناست، گفتیم لااقل یک سطر بنویس که احمد منتظری جواب این نامه رو داده است، حتی این رو هم حاضر نشدن بنویسن. یعنی در کتمان کردن این مسئله بسیار کوشا بودن و هستن و نگذاشتن کامل مشخص بشه. ولی الان به برکت خب این فضای مجازی یک خواسته عمومی هست، مطرحه، اگه یه سری بزنید میبینید همه حساسن، میگن چرا اینجوره، این اشکالات هست، اشکالات حل نشده ای هست که باعث بی‌اعتمادی هستن شده. یعنی اگه این اشکالاتو جواب ندن، در مورد بقیه حرفاشون هم مردم مشکوک میشن، میگن چرا دور میشید، دوری میکنید از حقیقت، چرا واقعیتو نمیگید. خب اجازه بفرمایید که برای اینکه این بحث مربوط به خط و انشای نامه ها رو ببندیم، البته منظورم فقط این بحث نیست، هنوزم جا داره تا زمانی که پاسخ نگرفته، منظورم توی این برنامه بحث پیچیدگی ها و این مسائل مشکوک و حقوق بازی و اینا رو، یه نکته رو بگم در پیوند با همین پیچیدگی ها و سوال های مهمی که هنوز جواب نگرفته.
ببینید نظری که در مقابل تبلیغات حکومت درباره دلیل کشتار 67 هست و بارها از مهمانان محترم همین برنامه در همین صفحه آخر در برنامه‌های پیشین بارها شنیدین این است که اون قتل عام جزو برنامه‌ای بوده که با نزدیک شدن در گذشت آیت الله خمینی این برنامه در واقع ریخته میشه، تنظیم میشه. یکیش پایان دادن به جنگ ایران و عراق به هر قیمت بوده، چون دیگه توان ادامه و بسیج جنگ رو نداشتن و میدونستن که بعد از خمینی قدرتشون کمتر هم میشه. یکی خالی کردن زندان‌ها به شیوه خودشون، یعنی قتل عام، تا دیگه امکان نداشته باشه که در غیاب خمینی و احتمالاً وجود یک بحران و خلأ قدرت، مثلا مجاهدین و گروه‌های سیاسی دیگه که خیلی از فعالاشون تو زندان بودن، اینا قدرت بگیرن و خب قدرت مسلط سال 67 روحانیون حاکم اینا به هر حال تضعیف بشن یا از بین برن. خب وقتی آقای خمینی میمیره، آقای خامنه‌ای میشه رهبر و یک ضلع مثلث رفسنجانی خامنه‌ای احمد خمینی کنار گذاشته میشه. بعد از چند سال احمد خمینی نزدیک 6 سال بعد از مرگ خمینی حذف میشه. خب این زمانا رو در نظر داشته باشین تا بخوام نتیجه بگیرم. ولی تا قتل احمد خمینی به دست خود نظام تو این 5 سال و نیم، شکاف بین احمد خمینی از یه طرف و خامنه‌ای و رفسنجانی از طرف دیگه مدام زیاد میشه تا به قتل احمد خمینی میرسه. برخلاف اولش که خامنه‌ای رهبر که میشه، طبق توافق احمد خمینی بیعت میکنه با آقای خامنه‌ای که فیلماش هم هست. منتها خب فیلمای سخنرانی های اواخر و صدای سخنرانی های اواخر عمر احمد خمینی هم هست که مثلا برای پاسدارا سخنرانی میکنه و به شدت حمله میکنه به دولت رفسنجانی، حتی به رهبری و اینها. خب این اشاره رو کردم تا برسیم به یک پنهانکاری عجیب دیگه که رهبر معظم امروز آقای خامنه‌ای همون اول کار انجام میده و برسیم به دلیل این پنهانکاری. ببینین تو وصیت‌نامه آیت الله خمینی با صراحت آمده، من عیناً براتون میخونم: این وصیت‌نامه را پس از مرگ من احمد خمینی برای مردم بخواند و در صورت عذر رئیس محترم جمهور یا رئیس محترم شورای اسلامی یا رئیس محترم دیوان عالی کشور این زحمت را بپذیرند و در صورت عذر یکی از فقهای محترم نگهبان این زحمت را قبول نماید. خمینی سال 68 میمیره، احمد خمینی زنده است و سرما رو گنده سال 68، ولی وصیت‌نامه رو اون نمیخونه. کی میخونه؟ خامنه‌ای. جست و گریخته گفته میشد که همون موقع که احمد آقا نخواسته بخونه، دچار تعلم روحی بوده، یعنی عذر داشته حالا یا هر چیزی. ولی این همه ماجرا نیست تا اینجا، برای اینکه بدونین میزان توطئه ورزی رهبر معظم، به قول خود رهبر معظم هی میگه دشمن توطئه ورزی میکنه، ببین خودش چه توطئه ورزی میکنه، چقدر تابلو. و من تعجب میکنم که تا امروز کسی نپرداخته به این موضوع. چقدر ببینید، بله این قسمت پایانی وصیت‌نامه است. اینجا 29 صفحه وصیت‌نامه تموم میشه، این صفحه بعد شروع میشه. این اولین متمم وصیت‌نامه یا پیوست اول وصیت‌نامه است که گفتم، میگه این وصیت‌نامه را پس از مرگ من احمد خمینی برای مردم بخواند. بعدش میاد دوباره بسم الله تعالا، این پیوست دوم وصیت‌نامه است که تذکر در زیر این وصیت‌نامه 29 صفحه و مقدمه چند مطلب را تذکر میدهم: یک، اکنون که من حاضرم، یعنی نسبت‌های بی واقعیت. خب اینا رو نگاه کردین. حالا روی خود سایت خامنه‌ای هم این متن هست، نمیشه حذفش کنن یا دست توش ببرن، چون شماره صفحه داره و پای هر صفحه هم امضای خود آیت الله خمینی هست. اون چند خطی رو که بلافاصله بعد از متن اصلی وصیت‌نامه نوشته شده و تاکید کرده که احمد خمینی باید این وصیت‌نامه رو بخونه، آقای خامنه‌ای موقع خوندن وصیت‌نامه در مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مطلقاً حذف میکنه، اصلا اونو نمیخونه، اون تیکه رو که باید وصیت‌نامه رو احمد خمینی بخونه. حالا گوش کنین: در زیر این وصیت‌نامه یه 29 صفحه ای و مقدمه چند مطلب را تذکر میدم. من عرض کنم خدمت آیون، این 29 صفحه وصیت‌نامه است، 5 صفحه اون مقدمه بود که خونده شد،
در پایان همه صفحات هم بدون استثناء امام امضا فرمودن. خب اینو میگه آقای خامنه‌ای، بعد بلافاصله میپره رو همون موضوعی که الان دیدین، همون قسمت دوم پیوست. ببینین این خونده میشه، میگه 29 صفحه تموم شد، هیچ کاری نداره به این قسمت وسط که این وصیت‌نامه را پس از مرگ من احمد خمینی برای مردم بخواند و فلان. میاد میگه در زیر این وصیت‌نامه، شنیدین دیگه، میگه در زیر این وصیت‌نامه 29 صفحه‌ای و مقدمه چند مطلب را تذکر میدهم. یک، اکنون که من حاضرم فلان. عرض کردم یعنی اصلا چون این چیزی وجود نداره، هیچ توضیحی هم نمیده که چرا اینو نمیخونه. اینم نمیدونم، شاید یکی از توافقهای رفسنجانی و خامنه‌ای و احمد خمینی بوده تا خامنه‌ای به طور موقت بشه جانشین خمینی. این وصیت‌نامه خوندنم به جای احمد خمینی جز و همون نقشه بوده. احمد خمینی که مرده، به هر حال حالا بقیه هم که رفسنجانی که عمرن بیاد بگه ماجرا چه بوده، خامنه‌ای هم که رهبر معظم است. به هر حال اینم از همون نکاتی است که آقای احمد منتظری فرمودند که بیایید حقیقت رو به مردم بگید. نمیدونم، هرچند من امیدی ندارم که پیچ حاکمی بیاد حقیقت رو به مردم بگه، راستش رو بگه. آقای منتظری، قبلا فرموده اید که افزون بر این فایل صوتی که منتشر کردین، عرض کردم بگذاریم از اون موضوع خط و انشا، افزون بر این فایل صوتی که منتشر کردین در مرداد همین 19 مرداد 95، فایل های دیگه هم هست که فقط هم نزد شما نیست و بعداً میتواند منتشر بشود. چرا این فایل، همین فایلی که منتشر کردین یا بقیه فایل ها تو این 27 سال گذشته منتشر نشده؟ با توجه به اینکه در مقدمه وبسایت آیت الله منتظری وقتی که این فایل صوتی مربوط به کشتار 67 منتشر شد نوشتین که دانستن حق مردم است و خودتون اشاره فرمودین در اول همین گفتگو، چرا امسال منتشر شد؟ بعد اینکه این زمان انتخاب شد، چون که قبلا امکانش برای ما نبود، یعنی این فضای مجازی، این تلگرام و واتساپ و این ارتباطات چند سال قبل اگه ما می‌خواستیم منتشر کنیم اینو، خب مسئله مهمی هست، شاید در نطفه خفه می‌کردن و صدای ما به جایی نمی‌رسید. و الان کمتر از 24 ساعت روی کانال آیت الله منتظری و در سایت ایشون بود و با سفارش و توصیه اداره اطلاعات ما برداشتیم که حالت لجبازی نخواد داشته باشه، و در همین حدود 20 ساعت خب چنان پخش شد که دیگر هیچ کار نمیشد بکنی. چنین حالتی خب چند سال قبل نبود و صرفا تاریخش هم ماه و روزش هم به خاطر اون ایامی بود که به مناسبت چون در کانال اتون را منتظری اون مطالب قرار میگیره و چون در اون روز و تاریخ بوده، الان هم 28 سال پس از اون تاریخ این فایل صوتی پخش شد. و چی هستن فایلای دیگه؟ درباره چه موضوعی هستن؟ ببینید، بیشتر جلسات اتون منتظری ضبط میشد. حالا چه دیدار با مسئولین بود، چه دیدار با مردم بود، چه بحث‌های علمی که مسائل سیاسی رو در قالب بحث‌های علمی به بحث می‌گذاشتن و گفتگو می‌کردن. خب اینها رو چندین بار از طرف اطلاعات و دادگاه ویژه اینا خب حمله کردن و همون وقت هم مشخص بود که اینا اسنادی رو می‌خوان ببرن که چیزی دست ما نباشه. می‌خواستن اینا در واقع سیاست کل نظام این بود که آیت الله منتظری رو از تاریخ و از ذهن مردم حذف کنن. الان هم در کتاب های تاریخی خب سابق اینجور بود که اسم آقای طالقانی و آقای منتظری جز مبارزین بود و الان اسمشون حتی حذف کردن و در صدد این بودن. ولی خب این فایل ها اینا متعدد بوده و یک کپیش سالم مونده و حالا شما فرمودید که امید خیلی به جای نیست، ولی من ناامید نیستم که خود نظام بیاد بگه اینا باید منتشر بشه. الان ببینید، حالا مقایسه شاید خیلی خوب نباشه که ما هیچ طمعی نداریم که بخوایم بودجه بگیریم برای این کار، ولی لااقل بگذارن که خودمون منتشر کنیم. الان خب
امام خمینی همیشه شخص اول انقلاب بودن، اینجور که همه بهش توافق داشتن و میگفتن آیت الله منتظر شخص دوم انقلاب. خب الان برای نشر آثار امام خمینی بودجه دولتی هست، ولی برای نشر آثار آیت الله منتظری 21 سال زندان یا با تخفیف 6 سال زندان. خب این چقدر تفاوته؟ واقعا چیزی که نمیشه تحمل کرد همین تبعیض و بی‌عدالتیه که برای شخص اول انقلاب بودجه دولتی داده بشه برای نشر آثارش و برای شخص دوم نشر آثارش 21 سال زندان یا با تخفیف 6 سال زندان داشته باشه. اینها برنامه شما من فکر می‌کنم بسیار برنامه ارزشمندیه، یعنی میاد این گفتگوها میشه تا به اشکال کارشون بلکه افراد پی ببرن، ببینن چقدر این تبعیض‌ها زجرآوره و چقدر مضره و بلکه در صدد اصلاح بر بیان. درود بر شما. کوگوش شنوا، آیت الله منتظری بعضی از نظراتی رو که داشتن، میدانید که در دوره انقلاب نظراتی داشتن مثلا صدور انقلاب، بعد کنار گذاشتن و صریحا گفتن که این نظرات، صراحتا گفتن که این نظرات رو قبول ندارن دیگه. اجازه بدین از خودشون بشنویم بهت که صحبت ایشون. مسئله جنگ واقعش این است که او اولی که انقلاب شد ما شعارهای تندم دادیم، بعضی ها صدور انقلاب و امروز ایران و فردا عراق و پس فردا کجا و از این شعارهای تند سبب شد کشورهای مجاور وحشت بکنم. من رفتم خدمت مرحوم آیت الله خمینی تو همین منزل مقابل منزلمون که منزل آقای یزدی بود، اینجا خدمت ایشون عرض کردم. همیشه در دنیا رسمه یک کشوری که انقلاب میشه هیئت‌های حسن نیت میفرستن برای کشورهای مجاور و به کشورهای مجاور حاله میکنن که ما با شما کار نداریم و سوابقمون و روابطمون همون دور بوده هست و اینها، و ما متاسفانه این کار رو نکردیم و این کار هر چه زودتر بکنیم بهتر، برای که الان صدام داره زمزمه جنگ میکنه و او قرارداد الجزایر رو پاره کرده از اینا، بنابراین هر چه زودتر جلوی این معنا گرفته بشه. که وقت ایشون فرمودن که نه این حرفا چیزه، گفتم که آقا ما نمیتونیم دور کشورمون دیوار بکشیم، بالاخره میخواییم با کشورهای همسایه روابط داشته باشیم. ایشون فرمودن نه خیر، ما میخواییم دور کشورمون دیوار بکشیم. آیا احمد منتظری چه نظرات دیگری داشتن آیت الله منتظری که دیگه بهش اعتقاد نداشتن در ادامه کار؟ شاید یکی از چیزایی که کامل مشخص بود این دخالت روحانیون در اداره مملکت بود که ایشون کاملا مخالف بود و بعد از اینکه صدام از عراق حذف شد و برکنار شد یک نامه ایشون نوشتن به علمای عراق و این نکته رو صریحا گفتن که از تجربه ایران استفاده کنید و روحانیت وارد دستگاه حکومتی نشه و این هم به ضرر روحانیت و هم به ضرر مملکت. اینو صریحا برای علمای عراق نوشتن و فرستادن، با اینکه قبلا خب چنین اعتقادی نداشتن و خب مسئولین بسیاریشون روحانی بودن و ایشون تایید میکرد و حمایت میکرد، ولی خب شاید به اثر تجربه که دیدن هر کار همراه با نقصانی انجام میشه چون آقا روحانی هست، خب به حساب روحانیت و به حساب به تبعش به حساب اسلام نوشته میشه، ایشون نهی کردن که شما این اشتباهی که جمهوری اسلامی ایران کرد نکنید و روحانیت وارد حکومت نشه. بله، ولی درباره جنگ ایران و عراق که اشاره فرمودید آقای منتظری، پدرتون قبل از شروع جنگ همون اوائل انقلاب با آیت الله خمینی هشدار داده بودن درباره اینکه باید اقداماتی بکنیم. شنیدیم دیگه تو این فیلمی که الان دیدیم، شنیدیم این هشدار رو که باید اقداماتی بکنیم که جنگ نشه. در واقع نشون میده ایشون مخالف جنگ ایران و عراق بودن از قبل از شروع شدن این جنگ.
یعنی در واقع جنگ سالاری آقای خمینی رو میدیدن. من نمیگم جنگ سالاری، به هر حال جنگ افروزی ایشون رو برنامه داشته این ما قبلا. من فقط یادآوری میکنم برای شما بینندگان عزیز که آقای خمینی 6 ماه قبل از شروع جنگ ایران و عراق، غیر از سخنرانی های متعددی که داره، در یک سخنرانی معروفی هستش که میاد ایشون میگه که خطابم به ارتش عراق هست، به سربازان عراق هست که باید قیام کنید و بایستید در مقابل حکومت نجس صدام و صدام تکفیری، از این صحبت ها. و ولی حکومت که این حکومت نجسه و این حکومت نمیدونم اطاعت از این حکومت حرام است و این داستان ها. این مال 6 ماه قبل از جنگ ایران و عراق. منظورم این است که جنگ افروزی دو طرفه بوده. حالا ولی این سخنرانی آقای خمینی به هر حال هست، در همین برنامه صفحه آخر هم پخش شده. خب آیت الله منتظری این جنگ افروزی رو میدانسته، میدیده و نمیخواست جنگ صورت بگیره. به همین دلیل این سخنرانی رو شنیدین الان که فرمودن که من هشدار دادم به آقای خمینی که آقا هیئت حسنیت بفرست به عراق و بذاریم روابط حسنه بشه، حسنه بماند لااقل. چی جوری حالا جنگ در میگیره مونتا برخلاف خواست آیت الله منتظری، چی جوری 8 سال آیت الله منتظری جنگی رو که موافقش نبودن، در موقعیت نایب رهبری هم بودن، قائم مقامی رهبر بودن، ایشون پذیرفتن که این 8 سال جنگ ادامه پیدا کنه؟ و یعنی میدونی جنگی که باش مخالفن ادامهش صدها هزار کشته از مردم دو طرف میده. این باعث نمی شود که مثلا همون حرکتی رو که سال 67 آیت الله منتظری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی کردن، قبلتر در رابطه با جنگ ایران و عراق همون اعتراض رو بکنن، یعنی بیستن جلوی جنگ افروزی، یا اعتراض کنن به ادامه جنگ لااقل از سال 66 که دیگه خرمشهر آزاد شد و نیروهای عراقی عقب نشینی کردن به داخل خاک عراق. بله ببینید، نسبت آیت الله منتظری با آیت الله خمینی نسبت شاگرد و استاد و خلاصه پیرو مرید و مراد بوده. همچین حتی از قبل انقلاب ایشون در خاطرات میگن که ما به آقای خمینی گفتیم که شما میگی شاه بره، خب بعدش چه کار میخواید بکنید؟ آیا چجور میخواید مملکت رو اداره کنید؟ که آقای خمینی میگه فعلا بره تا بعد، که اون داستانم میگن که نفر میگفت الله محول حالنا، خلاصه حال ما رو عوض کن، نمیگفت الا احسن الحال، میگفت این حال عوض بشه هرچی میخواد بشه. یعنی چنین پیشنهاد مهمی و ایشون به ذهنش میرسید که حالا نظام رو ساقط کنیم، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ که وقتی آقای خمینی اون توضیح میده، ایشون کندم و قانع میشه. و یک بار هم در قضیه مرحوم آیت الله شریعت مداری، چون بعضی سوال داشتن، من خودم از آیت الله منتظری پرسیدم که شما چطور حمایت کامل نکردید؟ درسته که سفارش کردید، چرا ایشون حصر آقای شریعت مداری باید برداشته بشه، ولی اونجور که باید و شاید شما محکم نایستادید در مقابل آقای خمینی. اینو سوال میکردن و من از ایشون سوال کردم. آیت الله منتظری جواب میداد، میگفت که من اگر میخواستم این کار رو بکنم، آخرین کاری بود که باید میکردم، باید این در مقابل آیت الله خمینی میستادم و از نظام میومدم بیرون و حرفهای آینده من دیگه تأثیری نداشت، چون یک فردی جدای از نظام بودم، میخواستم داخل نظام باشم تا اثر بیشتری داشته باشه. ولی زمانی رسید به اون کشتارهای 67، من خودم یک خاطره دارم که به طور اتفاقی اون وقت که داشتن ایشون نامه مینوشتن، اون نامه‌هایی که چرا میکشید، که برفرض اون کسایی که حمله کردن به ایران اونا رو مردم بپذیرن، ولی اونا که تو زندان محکوم شدن هیچ کس نمیپذیره، اینا خلاف شرع و خلاف قانون هست. اینو داشتن مینوشتن، به طور اتفاقی من ساعت 10 شب رفتم اتاق ایشون، بعضی وقتا سر میزدم ببینم کاری ندارن، دیدم شدیداً مشغول نوشتنن. ایشون پرسیدم ازشون که مطلب تازه‌ایه که نامه رو دادن، من خوندم و خیلی ناراحت شدم، دیدم خیلی تنده. گفتم آقا این چیزایی نیست که شما رو کاغذ بیارید، اینا رو باید برید شفاهی بگید، اگر یک برگ اینو دست دیگران بیفته دیگه چی میشه؟ و
اینها رو من صحبت کردم با آیت الله منتظری. تعبیری که ایشون به کار برد گفتن دیگه همه چیز تمام شد، که من یک دفعه جا خوردم گفتم یعنی چی تمام شد؟ ایشون گفتن که خونی که به ناحق ریخته شده باشه همه چیز رو تمام میکنه. یعنی دیگه رسیده بودم به جایی که دیگه این که در نظام بمونم و در آینده کار کنم و این مرحله گذشته بود. و یک صفتی ایشون داشت که اون مصلحت گرایی که امام خمینی داشت، که مصلحت این هست و با مصلحت خیلی چیزا رو ارجاع میدادن، ایشون این کارو نمیکرد. یعنی صریحا میگفتن روایت داریم که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، در معصیت خالق یعنی خدا نباید اطاعت از مخلوق یعنی انسان کرد. یعنی یک فرمانده که دستور میده، اینجوری که بگیم چون فرمانده دستور داده، تا اونجایش که خلاف شرع نباشه باید عمل کرد. خب یعنی آیت الله منتظری کارکرد نظام رو دیگه قبول نداشتن، چون درست نمیدونستن در واقع. یعنی اگر کنار گذاشته نمیشدن، آدم به این سوال میرسه که آیا استعفا میدادن ایشون از سمتی که داشتن از قائم مقامی رهبر؟ چون وقتی میگن دیگه تمام شد، وقتی خون به ناحق ریخته بشه تمام شد، یعنی چی؟ یعنی اون نظام رو دیگه قبول ندارم دیگه. بله بله. خب ببینید، این صحبت ها مال تابستان 67 و تا 6 ماه بعد 7 ماه بعد باز ایشون همچنان در قائم مقامی رهبری بود. چه بسا میخواسته خودش این کار رو نکنه و اگه برنامه دارن طرف مقابل بیاد این کار برکناری انجام بده. هیچ وقت بحثش با ایشون نشد که ببینم نظرشون چی هست. تو این 7 ماهی که بعد از اون نامه ها بود هیچ وقت مطرح نبود که ایشون بخواد به عنوان اعتراض کنار بیاد یا استعفا بده. بله. خب فرصت زیادی نمونده. انتشار فایل صوتی خیلی هزینه داشته است برای حجت الاسلام احمد منتظری. چندین جلسه بازجویی، بعد محاکمه، تهدیدها، بعد حکم دادگاه ویژه روحانیت 21 سال زندان. کسایی که مقابل شما ایستادن آقای منتظری، یه لشکر حکومتیان، از صادق لاریجانی و اژه‌ای و فلاحیان و امامای جمعه گرفته تا دار و دستهای چماقدار که گاه مزاحمتون میشن، میریزن این بر اون بر رو شعار میدن. چقدر حمایت شدین شما؟ غیر از چند نفری از فعالان مدنی که آمدن منزل شما، های نوریزاد و نسرین ستوده و چند نفر از کسایی که بچه هاشون یا اعدام شدن یا زندانیان، کی از شما حمایت کرد؟ کجای جامعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی ما پشت آقای احمد منتظری ایستاد به خاطر انتشار این مهمترین سند تاریخی و حقوقی کشتار 67؟ همین اصلاح طلبای امروز که سال 67 در کنار احمد خمینی و رفسنجانی رهبر معظم یه پای حذف آیت الله منتظری بودن و امروز اصلاح طلب شدن، اینا کدومشون از شما حمایت کردن؟ بله خب این که در نهاد اونها چی هست و از طرف دیگه بروزش در مرحله عمل چی هست، این خب یکم متفاوته. یعنی بسیاری هستن که خب اظهار محبت میکنن ولی حاضر نیستن حتی تلفن بزنن و صحبت کنن، چون که احساس میکنن تلفن شنیده میشه و بعد به حسابشون رسیدگی میشه. ولی خب در مجامعی که به طور اتفاقی دیده میشه، گفتگو میشه، بسیار اظهار محبت میکنن. خب این چیزی هست که متاسفانه این برخورد میشه باشون. یعنی الان با این سختی های زندگی حتی مثلا کسایی که حقوق بگیر دولت هستن و استخدام رسمی هستن برای اینو مشکل درست میکنن. حتی کسایی که میخواد یه طلبه میخواد بره یک جایی برای سخنرانی ایام محرم، اینا تمام حسابرسی میشه که این آقا یک وقتی مثلا برای رفع حس را آیت الله منتظری چون شاگرد ایشون بوده امضا کرده و اینا میگن تو نامه 535 نفری بودید. اینا خودش ماده جرم متاسفانه. حالا در قانون اساسی ما هست که آزادی بیان و این چیزا، ولی در عمل این سختگیری ها من فکر میکنم باعث شده که افراد جرأت نکنن به طور شفاف بیان اعلام حمایت کنن. ولی اون چیزی که هست، برفرض یک نفرم حمایت نکنه، واقعا شخصا برای من اصلا مهم نیست. یعنی من احساس کردم وظیفه است انجام دادم و پای اونم هستم. یعنی اگر حالا
زندان که هیچ، اگر کشته شدن هم باشه من حرفی ندارم، چنانچه اون آقای بازجو یه بار تو این ایام بازجوی تهدید میکرد، میگفت من همین الان که اینجا نشستم میتونم تو رو بازداشت کنم. گفتم منو تهدید نکن که من از کشته شدنم نمیترسم، من 62 سال عمر کردم و اون از این به بعد لابود مریضی ها میاد سراغ آدم و با مریضی و علیلی آدم بخواد بیاد اون عقیده خودش رو فدا کنه که بخواد چند روز دیگه زنده باشه. برای ما که میگیم مسلمانیم و میگیم که اون حیات جاودان اون طرفه، آخرته، بیایم بخوام این زندگی چند روزه دنیا رو براش اینقدر ارزش قائل باشیم که پا روی حق بذاریم، روی حق مردم پا بذاریم، روی اون چیزی که میشناسیم درسته بخوایم اونو کتمان کنیم. ولی میبینه در فضای مجازی که خب افراد با اسمای مختلف هستن و جوانها چنان خلاصه ما رو محبت باران کردن که خیلی باعث خوشحالیه که این همه خلاصه طرفدار حق هستش، ولی ترس و وحشت هم یک چیزیه که متاسفانه وجود داره. بسیار بسیار سپاسگزارم از حجت الاسلام احمد منتظری که در این برنامه صفحه آخر حضور داشت. پرده آخر. برو سر کوها. امام حسن عسکری فرمود پسرم نری توی این مردم میکشنه، برو سر قله کوها تک و تنها زندگی کن، یا برو وسط بیابونای کویر که آدما اونجا رفت آمد نمی کنن. این موجودات دو پا از حیوانات بدترن، از شیاطین بدترن. برو یه جایی که هیچکی نیست تنها بمون تا خدا بهت اجازه بده. وقت 1170 ساله این آقای مظلوم در بدر بیابونا. خوش بخوابین، خوش زندگی کنین، خونه همه تون دارین، او خونه نداره. شب و روزگار خوش.